رفقا، کوچکترین حرکت شما در تاریخ ثبت میشه. الان کوچکترین حرکت و کلمه شما در تأخیر یا تعجیل ظهور یک دقیقه یا ده دقیقه یا یک سال یا یک ساعت ثبت خواهد شد. یک دقیقه عقب و جلو انداختن ظهور به خدا جرم نابخشودنی است. قلبهاتون رو نورانی کنید، از فتنه ها بخواید عبور بکنید، فقط کافیه جدی بگیرید ظهور رو، قلبتون نورانی میشه، به خدا در آستانه ظهوری. همه شما، همه شما، همه شما روایت میفرماید وقتی ظهور محقق میشه میگن ما اینقدر زود دیگه انتظار نداشتیم. فرمود من یک شبه امر مهدی خودم رو اصلاح خواهم کرد. منتظر مقدمات نباشید، یک شبه عالم رو متحول میکنه. خب حالا دورخیز داری میکنی؟ جدی بگیرید، مثل جبهه میشه حالتون، مثل رزمنده ها میشید. آقا به خدا آخرش این حرفا، بدون دفاع مقدس، نور دفاع مقدس بیاد تو وجودتون. سند روایت، سند حرف بنده کجاست؟ فرمود منتظر ماننده رزمنده است که در خیمه امام زمان داره نبرد میکنه و در اتاق فرماندهی در محضر حضرت فرمان میگیره، به میدان میره و برمیگرده. بعد میفرماد از این بالاتر منتظر ماننده کسی است که پای رکاب حضرت در خون خودش غلطیده و به شهادت رسیده. منتظر مثل اینه، منتظر کسی که فرج رو جدی گرفته. ازدواج خواستی بکنی بشین بگو ببین خانم من برنامه زندگیم اینه اینه، نه همش تا ظهور ها من بگم ده مرتبه به بود ظهور رخ داد دیگه برنامه دست حضرت بذار اون داد بزنه بگه بابا من کی قرار ظهور رخ بده. معلوم میشه تو جدی گرفتی، تو دیوانه ای که جدی گرفتی. فرج رو جدی بگیر، خود خدا دل تو رو روشن خواهد کرد، مهدی فاطمه تو رو هدایت خواهد کرد. از قیامت کسی خراب بشه از ماها خدا بهش میفرماد به تو صاحب نداشتی، صاحب تو تو رها کرد، بگه میشنم چیزی تو با اون رابطت چگونه بود؟